بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. افزایش محدودیت و تشدید حملات علیه شیعیان هزاره تحت حاکمیت طالبان. پیام بنیاد جهانی آیت الله العظمى شیرازی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم. درخواست بنگلادش از هند برای تحویل شیخ حسین واجد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی. و نخستین نماینده اویغور در پارلمان ژاپن خواستار اقدامات قاطع‌تر علیه نقض حقوق بشر توسط چین شد. وقت شما بخیر. شیعیان و هزاره ها در افغانستان تحت سلطه طالبان با شدیدترین محدودیت ها و فشارها مواجه هستند. بر اساس گزارش ها طی 3 سال اخیر و پس از حاکمیت دوباره طالبان، شیعیان و هزاره ها از کوچ اجباری گرفته تا کشتار دست جمعی و سیستماتیک از سوی طالبان و دیگر گروه های تروریستی قرار گرفتند. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با هم میبینیم. شیعیان هزاره که یکی از 4 گروه جمعیتی بزرگ افغانستان محسوب می شوند، طی سالیان اخیر بیش از هر زمانی از سوی حاکمان و گروه های تروریستی مورد ستم و کشتار سیستماتیک قرار گرفتند. بر اساس روایت های تاریخی، بیش از 62% از جمعیت هزاره ها در دوران عبدالرحمن خان پادشاه سابق افغانستان قتل عام شدند. از آن زمان که بیش از 100 سال می‌گذرد، هزاره‌ها و شیعیان این کشور در دوره‌های مختلف به دلیل هویت قومی و مذهبیشان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. با سلطه طالبان در اولین بار در سال 1995 میلادی، شیعیان هزاره در چندین شهر از جمله دایکندی و بلخ مورد قتل عام قرار گرفتند. همزمان با سلطه دوباره طالبان در سال 2021، شیعیان هزاره یک بار دیگر با انواع فشار و حتی نسل کشی روبرو هستند. گروه های سنی تندروی داعش ده‌ها حمله خونین علیه شیعیان هزاره در کابل و چندین استان دیگر افغانستان انجام دادند. علاوه بر حملات خونین گروه داعش علیه شیعیان و هزاره ها، بیشترین محدودیت ها و فشار از سوی گروه طالبان نیز علیه این گروه قومی و مذهبی اعمال شده است. طی 3 سال اخیر، صدها خانواده شیعیان هزاره از مناطق بومی خود مجبور به کوچه اجباری گردیده و در چندین مورد هم کوچی های پشتون با حمایت مستقیم طالبان زمین و خانه های آنان را غصب نمودند. گروه طالبان طی 3 سال اخیر از جمله در ماه محرم امسال شدیدترین محدودیت ها را علیه مراسم عاشورای حسینی در افغانستان وضع کردند. همچنین کتاب‌های مربوط به فقه جعفری که پیش از این در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌گردید، از سوی طالبان حذف و از کتابخانه‌ها جمع‌آوری گردیده است. در اقدام اخیر، هفته گذشته گروه طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در استان هرات شروع به مصادره اقلام مذهبی و کتب مذهبی شیعیان زائر بازگشته از کربلا کردند. منابعی گفتند که طالبان در مرز اسلام قلعه چمدان‌های زائران را به طور کامل بازرسی کرده و کتب مذهبی و کتب دعا را مصادره و از ورود آنها به افغانستان جلوگیری کردند. از سوی دیگر، رویداد اخیر در استان دایکندی که در طی آن 14 نفر از شیعیان هزاره به شهادت رسیدند، بار دیگر موجی از نگرانی‌ها و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.
خانواده شهدا و فعالان مدنی میگویند وقوع این چنین رویدادهای خونین تحت حاکمیت طالبان نشان دهنده این است که این گروه هیچ گونه توجهی در قبال تأمین امنیت هزاره ها ندارد. هرچند گروه های سنی تندروی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما برخی منابع گفتند که مهاجمان خود را از اعضای طالبان معرفی کرده بودند. گفتنی است این رویداد با واکنش های جهانی مواجه شده و به شدت محکوم گردید. دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای دکتر نورزاد سلام. گزارش رو در رابطه با افزایش محدودیت و تشدید حملات علیه شیعیان هزاره تحت حاکمیت طالبان دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما را در این زمینه بشنویم. به نام در همکوبنده مستکبرین، با تحیات وافر و دعای صادقانه، سلام و درود به تمام کارکنان و مدیران محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و به حضرت عالی. بسیار خرسندم که فرصت برای این گفتگو داریم. جنایت و کشتارهای سیستماتیک علیه هزاره ها در افغانستان، از جمله قتل 14 زائر در غور و دایکندی که شما اشاره کردین و کشتار ده ها کودک و مسافرین در زابل، مثلا قتل عام بیش از 400 نفر در جنبش روشنایی و شفاخانه دکتران بدون مرز، عملات به دختران مرکز آموزشی کاج، انفجار نزدیک زیارت ابوالفضل العباس در کابل و نسل کشی هزارها در مزار شریف و در بامیان، نشان دهنده ابعاد وحشتناک و تاریخی این بحران انسانی است. این عملات از سالهای 1892 میلادی تا کنون توسط گروه های تکفیری و دولت های پشتون محور و پشتون تروریستی و مزدوران غیر پشتونی آنها ادامه یافته و به طور مداوم و سیستماتیک در حال وقوع است. این جنایات شامل کشتار دستجمعی، پاکسازی قومی و نسل کشی سیستماتیک و به یکی از بزرگترین فاجعه انسانی در تاریخ معاصر جهان تبدیل شده است. پشتون تروریست ها و طالبان به عنوان مسئولین اصلی این جنایت در این زمان از ایدئولوژی های افراطی و سرکوب گرایانه برای تحقق اهداف خود و بهره برداری از مسائل سیاسی خود میکنه که طالبان به طور خاص با استفاده از این ایدئولوژی ها خشونت آمیز و نژاد پرستانه به نسل کشی و سرکوب هزاره ها ادامه میدهند و این وضعیت را به یکی از بزرگترین چالش های حقوق بشری و انسانی در جهان تبدیل کرده است. در این راستا ما از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی میخواهیم که به این بحران بی‌رحمانه و ادامه چنین جنایات توجه کنه و اقدامات جدی برای پایان دادن بر این گونه نسل کشی و خشونت های سیستماتیک انجام ده. این اقدامات باید شامل فشار بر دولت های آمی طالبان و گروه های افراطی و ایجاد راهکارهای مؤثر برای حمایت از اداره ها و دیگر اقلیت های آسیب پذیر و شیعان افغانستان ادامه باشه که ادامه حمایت و همکاری با حاکمان خودفروخته و دولت های مزدور دوره های شاهی و جمهوری تا کمونیستی و تروریستی باعث تعمیق بحران و تهدید جدی بی‌ثباتی در منطقه شده است. طالبان پشتون تروریست استفاده از ایدئولوژی های افراطی و تکفیری در تلاش برای گسترش خشونت و ناامنی به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران آسیای مرکزی هستند که میتونن منجر به بحرانهای انسانی و تروریستی گسترده تری شوند. ممنونم. در نهایت این ممنونم بین طالبان پشتون و تروریست های تکفیری ادامه بیابد. آینده آسیا و جهان به بحرانهای انسانی، مهاجرهای و مهاجرتهای گسترده، رشد شبکه‌های تروریستی در آسیای مرکزی و جهان. ممنونم آقای دکتر. تظاهرات جهانی علیه تروریسم و نسل کشی از هزاره‌ها که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، نماینگر عزم جهانی برای مقابله با جنایات. آقای دکتر نورزاد، صدای منو دریافت میکنید؟ صدای شما قطع میشه و صدای من انعکاس میکنه. بله، ممنونم جناب دکتر.
با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمپین رأی مسلمانان اهمیت دارد. به دنبال رساندن صدای مسلمانان استرالیا در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی این کشور است. این کمپین مدنی سیاسی در استرالیا اعلام کرده است که قصد دارد صدای مسلمانان این کشور را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و به صورت خاص مسائلی که با عقاید اسلامی و مبانی شریعت در تعارض است به گوش همگان برساند. مسلمانان شهر پرنس جورج در مریلند آمریکا با مشارکت کلیساها، مساجد و معابد محلی میزبان 19مین کنفرانس ادیان جهانی در روز 16 سپتامبر 2025 بودند. این رویداد با عنوان شفا در جهان قطبی شده در کلیسای سنت مایکل برگزار شد. گفتنی است هدف از برگزاری این کنفرانس کشف راه‌هایی برای پر کردن شکاف‌ها و تقویت همدلی، تحمل و مدارای بیشتر و همچنین از بین بردن ترس از مذاهب مختلف به ویژه اسلام حراسی به دلیل ناآگاهی در جامعه بیان شد. رئیس بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور در ایران گفت آبله میمونی جزو موارد اپیدمیک در کشور نیست. مهدی روحانی رئیس بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور در ایران در ادامه افزود احتمال شیوع و گسترش بیماری امپاکس در کشور بسیار کم است. وی همچنین گفت اگرچه احتمال شیوع و گسترش امپاکس در کشور بسیار کم است، اما اگر مورد مشکوکی در شبکه آزمایشگاهی شناسایی شود برای تشخیص نهایی به انستیتو پاستور معرفی می شود. وی تاکید کرد که شبکه آزمایشگاهی کشور برای تشخیص بیماری امپاکس هیچ گونه کمبودی ندارد. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری از کودکان در افغانستان گرسنه به مکتب میروند. این نهاد روز دوشنبه 26 شهریور با انتشار گزارشی گفته که وعده‌های غذایی در مدارس برای یادگیری ضروری است. این در حالی است که پیش از این برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که در افغانستان نزدیک به 3 میلیون کودک به سوء تغذیه دوچار هستند. مقام‌های سازمان ملل گفتند که طالبان کارزارهای تطبیق فلج کودکان در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. روزنامه گاردین روز دوشنبه به نقل از یک مقام سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است که طالبان این تصمیم را پیش از آغاز کارزارهای واکسن در ماه سپتامبر گرفتند. یکی از مقام‌های سازمان بهداشت جهانی افزوده است که طالبان با طرح تطبیق واکسن خانه به خانه مخالفند و بر اجرای کارزارها در مساجد تاکید دارند. این در حالی است که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز موفق به ریشه‌کنی فلج کودکان نشدند. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا در روز دوشنبه 26 شهریور طوفان ببینکا با سرعت حدود 150 کیلومتر به شانگهای رسید و ده‌ها میلیون نفر در این شهر و سراسر سواحل پرجمعیت شرقی چین در خانه‌های خود پناه گرفتند. در همین راستا تلویزیون دولتی چین از تعلیق حرکت قطارها و کشتیها در منطقه و لغو تمامی پروازها در دو فرودگاه اصلی بین المللی شانگهای خبر داد. گفتنی است طوفان ببینکا که قوی ترین طوفان از 11 طوفانی است که در 75 سال گذشته به شانگهای رسیده است، با باران شدید و بادهای قوی اختلالات شدیدی را در سراسر این شهر 25 میلیون نفری ایجاد کرده است.
و خبری از قاره آفریقا در پی وقوع سیل شدید در نیجریه و شکست شدن دیوار یک زندان، نزدیک به 300 زندانی به بیرون گریختند. به گزارش رویترز، 7 از زندانیان فراری مجدداً در عملیات آژانس‌های امنیتی دستگیر شدند و جستجو برای دستگیری باقی زندانیان نیز در جریان است. طبق اعلام اورژانس نیجریه، سیل این کشور دست کم 30 قربانی گرفته و زندگی 1 میلیون نفر دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین صدها هزار نفر در این کشور غرب آفریقا مجبور به زندگی در چادرهای آوارگان شدند. سویه XEC اولین بار ماه ژوئن در آلمان شناسایی شد و در 15 کشور از 3 قاره مشاهده شده است. شاین ذکر است همزمان با آغاز فصل پاییز و فرارسیدن روزهای سرد، یک نوع جدید که مصری‌تر و قوی‌تر از ویروس‌های کووید پیشین است در حال گسترش در سراسر اروپا و جهان است. به گزارش دیلی میل، کارشناسان به تازگی با بررسی علائم بیماران هشدار دادند که سویه جدیدی به نام کووید XEC شیوع پیدا کرده است. صدها عضو حزب الله لبنان سه‌شنبه در مناطق مختلف این کشور در پی انفجار پیجرهایشان به شدت مجروح شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت، هم در میان زخمی هاست. تصاویری از ازدحام جمعیت در برخی بیمارستان‌های بیروت منتشر شده است. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، خواستار رسیدگی فوری به مجروحان شده است. خبرگزاری رویترز میگوید بیش از 2000 نفر در این انفجارها زخمی شدند و افراد غیر نظامی از جمله کادر درمان نیز در میان مجروحان هستند. بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیامی به جامعه بین المللی ارسال کرد. این بنیاد ضمن تبریک این مناسبت فرخنده و با سعادت به امت اسلامی بر اهمیت تقویت حکمرانی نیکو و ترویج ارزش‌های نبوی تاکید کرد. در این پیام، بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به رهبران کشورهای اسلامی توصیه کرده است تا از این مناسبت بزرگ برای ترویج فرهنگ نبوی و تقویت اصول اخلاقی مانند تسامح، عفو و برادری میان مسلمانان استفاده کنند. این بنیاد همچنین بر اهمیت نقش خانواده‌های مسلمان در انتقال علوم و فرهنگ اسلامی به نسل‌های آینده تأکید کرده و خواستار توجه بیشتر به جوانان، دانشجویان و پژوهشگران به منظور پیشرفت علمی و اجتماعی در جوامع اسلامی شده است. در پایان این پیام، بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت این روز مبارک در راستای ترویج روحیه تسامح و همدلی که از ارزش‌های اصیل اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کسانی شده که مرتکب جرایم سنگینی نشدند. شیخ حسین واجد، نماد دموکراسی بنگلادش در دهه‌های گذشته که در ماه‌های اخیر به حاکم خودکامه تبدیل شد، پس از هفته‌ها اعتراض‌های دانشجویی که به شورش‌های مرگبار در سراسر کشور انجامید، استعفا داد و کشور را ترک کرد. اینک دولت موقت بنگلادش رسماً از هند درخواست استرداد شیخ حسین واجد، نخست وزیر سابق، را نموده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. دولت موقت بنگلادش رسماً از هند خواسته است تا نخست وزیر معزول شیخ حسین واجد که اکنون در تبعید در هند به سر می‌برد را به بنگلادش تحویل دهد. این درخواست در حالی مطرح شده که شیخ حسین واجد به ارتکاب جنایات جنگی و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی در دوره نخست وزیری خود متهم شده است. محمد تاج الاسلام، دادستان کل دولت موقت بنگلادش، اعلام کرده که فرآیندهای قانونی برای بازگرداندن حسین به کشور جهت محاکمه آغاز شده است. وی شیخ حسین واجد را
به دست داشتن در قتل مخالفان سیاسی و اعضای اپوزیسیون در دوران حکومت خود متهم کرده و این اتهامات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. این درخواست دولت موقت بنگلادش به توافقنامه استرداد مجرمان که در سال 2013 بین بنگلادش و هند امضا شده بود استناد کرده است. این معاهده در زمان دولت شیخ حسین واجد به امضا رسید و به موجب آن امکان تحویل مجرمان بین دو کشور فراهم شده است. با این حال بندی در این معاهده وجود دارد که اگر جرم مورد نظر سیاسی تلقی شود می توان از استرداد متهم خودداری نمود. این بند ممکن است فرایند تحویل شیخ حسینه را پیچیده کند. شیخ حسینه واجد که پس از پایان دوران نخست وزیری خود در تاریخ 5 اوت و سرکوب یک جنبش دانشجویی به هند گریخت، از آن زمان در تبعید به سر می برد. سرکوب آن جنبش که به کشته شدن تعدادی از جوانان منجر شد، توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرد. محمد یونس، یکی از چهره‌های سرشناس بنگلادش، به شیخ حسینه واجد توصیه کرده که در دوران تبعید خود سکوت اختیار کند تا زمینه برای محاکمه‌اش در بنگلادش فراهم شود. سرنوشت شیخ حسینه واجد می‌تواند درس عبرتی برای تمامی زمامداران، به ویژه حکمرانان مسلمان باشد که قدرت و بی‌توجهی به اراده الهی و خواسته‌های مشروع مردم می‌تواند فردی را از جایگاه انسانی و آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه به فردی دیکتاتور و خونریز تبدیل کند. آرفیا ایری، اولین قانونگذار ژاپنی با اصالت اویغوری، از دولت ژاپن خواست تا موضع سختگیرانه تری در قبال نقض حقوق بشر در سینکیانگ اتخاذ کند. همکارم در گزارش پیش رو به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. ژاپن تا کنون روی کردی محتاطانه در قبال موضوع سینکیانگ اتخاذ کرده و تلاش کرده است تا ضمن ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر، روابط اقتصادی خود با چین را حفظ کند. در سال 2021، ژاپن به همراه کشورهای گروه 7 G7 نگرانی‌هایی درباره وضعیت سینکیانگ ابراز کرد، اما همچنان از تحریم مستقیم چین اجتناب کرد. با این حال، برخی دیگر از فعالان حقوق بشر معتقدند که این رویکرد کافی نیست و ژاپن باید اقدامات عملی تری برای حمایت از اویغورها انجام دهد. آرفیا ایری، نخستین نماینده با تبار اویغوری در پارلمان ژاپن، از دولت توکیو درخواست کرده است تا موضع قاطع تری علیه نقض حقوق بشر در چین اتخاذ کند. وی در یک سخنرانی به لزوم افزایش فشارهای بین المللی بر چین، به ویژه در ارتباط با سرکوب اقلیت اویغور در منطقه سینکیانگ اشاره کرد. آرفیا ایری همچنین تأکید کرد که ژاپن باید در برابر قدرت نمایی نظامی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام تدابیر دفاعی خود را تقویت کند. وی که در ژاپن از والدینی اویغوری و ازبک به دنیا آمده و در سال 2023 به عضویت پارلمان ژاپن انتخاب شد، سابقه تحصیل در چین و ایالات متحده و همچنین همکاری با بانک مرکزی ژاپن و سازمان ملل متحد را دارد. این نماینده پارلمان ژاپن در این سخنرانی از موضع احتیاط آمیز ژاپن در قبال مسائل حقوق بشری چین انتقاد کرد و خواستار تغییر رویکرد دولت ژاپن شد. مسئله اویغورها در سینکیانگ به موضوعی بحث برانگیز در روابط بین الملل تبدیل شده است. گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر، بازداشت اویغورها در اردوگاه‌های موسوم به بازآموزی و اعمال کار اجباری توسط دولت چین منتشر شده است. دولت پکن این اقدامات را به عنوان اقدامی برای مقابله با افراط‌گرایی توجیه می‌کند، اما منتقدان آن را سرکوب گسترده‌ای فرهنگی و دینی و نسل‌کشی اویغورها می‌دانند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش محدودیت و تشدید حملات علیه شیعیان هزاره تحت حاکمیت طالبان. پیام بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم. درخواست بنگلادش از هند برای تحویل شیخ حسینه واجد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی.
نخستین نماینده اویغور در پارلمان ژاپن خواستار اقدام یا اقدامات قاطع‌تر علیه نقض حقوق بشر توسط چین شد. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.